با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من از سوئیس زنگ میزنم. ببخشید، ده ها بار با خودم تمرین کردم که چی بگم، ولی باز که میرسم اینجا. شما چه مدت سوئیس هستید؟ حدود فکر کنم 24-5 سال هستش. چند سالتونه؟ من 46 سالمه، تازگی شدم 46 ساله، بدون خانواده اومدم البته. بعد بدون اینجا درس خانواده خوندم. یعنی... بله؟ یعنی وقتی که 22 سالتون بود آمدید به سوئیس؟ حدود 21 ساله بودم، آره. چی در ایران قبلا خونده بودید اگر خونده بودید؟ بله، ولی من مهندسی کشاورزی شروع کردم اما ادامهش ندادم دیگه، چون اومدم سوئیس قطعش کردم. اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟ من ما 6 تا خواهر و برادریم. من ششمی هستم، 3 تا دختریم، 3 تا پسر. اوکی، بنابراین در 22 سالگی آمدید به سوئیس و همچنان اونجایی. خب بل. آیا رشته کشاورزی رو خوندید یا رشته دیگه ای رو خوندید؟ نه، من جنتیک فارماکولوژی خوندم، یه لیسانس گرفتم. بعد الانم برای شرکت داروسازی سوئیس کار میکنم. از اعضای خانوادهتون کسی بعدا به شما ملحق شد یا نشد؟ نه اصلا، یعنی 2-3 سالی پسرای خواهرام البته اینجا نیستن. نه اونا نه، خود اعضای خانواده خواهر. بعد از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟ خواستن یه جرمن شپرد دارم. خیلی ببخشید، متاسفم چون من نمیتونستم کنترلش کنم. خیفم. چه از در ازدواج و اینا چه کردید؟ بزرگترین مسئله همینه که با شما تماس گرفتم. نه هنوز، هرگز، یعنی هنوز فکر میکنم دیگه اتفاق بیفته، ولی تا حالا ازدواج نکردم و الان سال هم هست که اصلا با هیچ مردی رابطه ندارم، برخلاف اینکه خیلی آدم توانایی به نظر میرسم، خیلی آدم راحتی به نظر میرسم، ولی تو این مسئله من به شدت مشکل دارم. اگه اجازه بدین یه چیزی بگم در مورد 2 سال پیش که با شما صحبت کردم. بفرمایید. من سپتامبر 2020 با شما تماس گرفتم و شما در همین حدی که خودم رو معرفی کردم، شما با اون تجربه و درایت بسیار بالاتون خیلی کل زندگی منو حد زدید. برای من شبیه شعبده بازی بود، ببخشید البته این کلمه رو استفاده میکنم، ولی و شما به من 3 تا پیشنهاد بسیار خوب دادین که خب من دنبال یکیش رو که رفتم، چون اون دوتای دیگه من غیر ممکن بود. شما به من پیشنهاد دادین که البته ببخشید این سال من امشب یه چیز دیگه است، ولی من فقط نمیخواستم با شما در میان بذارم. به من پیشنهاد دادین که یا با یه مردی که مثلا بچه های کوچولو داره رابطه داشته شما ازدواج کنن، که خب توی سوئیس تقریبا این نمیدونم سخته، واقعا تقریبا غیر ممکنه که مرد سوئیسی بیاد بچه کوچولو داشته باشه و به یه خانم ایرانی اعتماد کنه به عنوان زنی که میخواد بیاد از بچه هاش نگهداری کنه، و یا اصلا بخوان مردای سوئیسی بخوان به یه خانم ایرانی ارتباط برقرار کنن. خیلی راحت نیست، نه اینکه ممکن نیست ولی راحت نیست. دومینش هم گفتین که با بچه های توی کودکستان مهد کودک ارتباط مثلا کار کنم، که خب من چون 100% کار میکنم و البته توی سوئیس بسیار قوانینشون خیلی در این زمینه سخته که باید حتما این درسش رو خونده باشی و اون مجوزهای خاص رو داشته باشی و اینا، این هم تقریبا غیر ممکن بود. و سومین پیشنهاد بسیار برام در اول خیلی غیر منتظره بود و این بود که من فرزند خوانده بیارم. یه 2 هفته طول کشید تا با این فکر اصلا کنار بیام و بعد از 2 هفته دیگه اصلا آقای دکتر باورتون نمیشه که این دختر بچه‌ای که قراره تو زندگی من بیاد دیگه هیچ وقت از زندگی من دور، همین هر لحظه با منه و اصلا خودم هم باورم نمیشه که من انقدر بتونم، چون قبل از اون هرگز تصور این که یه بچه در کنار من باشه نداشتم، چون وحشت داشتم.
در حضرت من الان توی پروسه فرزند خواندگی هستم از ایران، البته خیلی آسون نیست، خیلی طول میکشه و آره همین حد میخواستم به شما بگم که اولا در این مورد میخواستم از شما تشکر کنم. بسیار خوشحالم. حالا به من بفرمایید برای چی لطف کردید امروز یا امشب تلفن کردید. اوکی، من آقای دکتر، یکی از مشکلات خیلی خیلی مهم من به صورت کلی ارتباط من با مرده، با مردای مردی که قراره من ازش خوشم بیاد و یه ارتباط به اصطلاح خارج از دوستانه باشه. یعنی واقعا نمیدونم دیگه چی درسته چی غلطه. شما صبر کنید. نه صبر کنید، شما یه دختر خانم باهوشی هستید، دور برتون نگاه میکنید، برای اینا مهارتهایی نیست که انسان به دلیلی که زمینهای کاملی در وجودش هست، حتی یک دختر خانمی که 20 سالشه، 16 سالشه، 18، 20 سالشه، حتی سواد خوندن نمیشتر نداره، گوشه یه فرض کنید روستایی داره زندگی میکنه، همچنان میدونه که احتمالاً چه چیزی او رو خوشحالش میکنه، براش لذت بخشه، چه چیزی جالبه یا نیست. شما خودتون چرا به اون راه زدید که چون فرزند آخر هشتمی هستید، اگر اشتباه ششمی هستید بازی و بهانه در بیارید که نمیدونم، نمیتونم، بلد نیستم. یعنی چی بلد بودن نمیخواد؟ برای چرا اول یه شرطی سنگین میگذارید که مسئله آفرین باشه؟ شما توی یه کشوری ماننده سوئیس داری زندگی میکنید، میتونید یه رابطه داشته باشید در یه حدی محترمانه، نمیدونم بر اساس اصولی که یه رابطه هست، دوستانه است، بعد اگر اضافه شد بهش مهربانانه، صمیمانه رو پیدا میشه. ممکنه با 5 مرد شما آشنا بشید، یه برنامه هایی داشته باشید، به یکی از اونها یا او یکی از اونها به شما علاقه من بشه و در نتیجه اون اتفاقی که میخواید بیفته. این یه کاری نیست که از قبل شما باید برید نمیدونم یا شیمی بخونید یا پیانو بلد باشید بزنید یا نمیدونم آهنگری بلد باشید که بگید این مهارت ها رو باید داشت آدم بتونه با یه مردی بره بیرون. چرا موضوع ساده عادی رو که اصلا طبیعت همه راه ها رو براش هموار کرده و بارها عرض کردم از نظر ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و بعد روانی و فرهنگی و تاریخی و اجتماعی و محیطتون، شما دارید میبینید اونم در یک کشور آزادی مانند سوئد که روابط خیلی به راحتی میتونه شکل و فرم بگیره، اصول رو آدمون منر و آداب رو رعایت کنه، روابطی داشته باشه، چرا موضوع رو اینقدر سخت و سنگین گرفتید که اصلا شدنی نباشه؟ یعنی مثل اینکه به من بفرمایید من دنبال یه مردی هستم که قدش 3 باشه، خب اصلا در دنیا وجود نداره. خب در نتیجه وقتی وجود نداره، شما برای اگر همینقدر پذیرفتید که مثلا هم قد و قواره من باشه، حالا یک کمی هم یکی 2 هم بلندتر باشه بهتر، ما وقت دیگه مشکل پیدا کردن فردی از نظر قد رو برای شما نداریم. ای بسا شامل حال 50% آدم های آزادی میشه که دور بر شما هست. خب موضوع حل شد تا غیر ممکن باشه. آخه حرفایی که به من میزنید خیلی خیلی غیر عادی عزیز، یعنی من نمیدونم چجوری اینا رو تلقی میکنم. خب شما یه شرطی نگذارید که غیر ممکن باشه. آقای دکتر، اونم در یک کشوری مانند سوئد که شما رابطه ها رو خیلی ساده و عادی میتونید برقرار کنید، آدم ها هم دنبال فریب و بازی و حق بازی و اینا نیستن، برای که این روابط وارد یه سطحی شده از به نوعی توافق و یا رضایت متقابل. آخه آقای دکتر، من مشکلم اصلا مشکل اینا نیستن، مشکل منم. اولا اینکه اینجا خب متاسفانه ایرانی من اصلا نمیشناسم و هر کسی هم که بوده مثلا نه صبر کنید، صبر کنید. آخه نه ببینید، واسه شما نه دنبالی بانه، اصلا شما رو چی سوئیس موندی؟ این سوئیس برای شما چه فایده ای داره؟ این شغل و کار و تخصص که نصب کنید. من با شما زیر آشنا شدم. نه صبر کنید. اولا خوشبختانه در یک کشوری هستید که به 2-3 زبان زنده دنیا آشنایید، یعنی 2-3 زبانی که با اون میشه همه اروپا رو رفته احتمالا در این زندگی کرد، اصلا جای دیگه هم نه، یا فرض کنید امریکا یا هر جای دیگه، پس این مشکلی هم نیست. برای چی موندید اینجا؟ من 6-7 سال دیگه صبر کنید. نه سعدی 6-7 سال قبل که اصلا مسئله این نبود،
میگه سعدیا حب وطن گرچه حریف حدیث شریف نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. 670 سال قبل اون مرد بزرگ در یه جامعه که مردم تکون از این اتاق به اون اتاق نمیخوردن گفت که اگر ما یه جایی دیدیم که خوب نمیتونیم زندگی کنیم باید وطنمون رو ترک کنیم و بریم. تازه میگه من به یه حدیث شریفی که حب الوطن من الایمانه، دوست داشتن وطن از ایمانه، میگه اونو میدونم ولی با وجود این من نمیمونم اینجا که بپوسم. شما برای چی رفتید این همه مدت تو سوئیسی بودید از سن 20 فرض کنید 2 سالگی همینجوری اونجا موندید و فکر کردید با تشکیل خانواده بدید و ندادید و مرد سوئیسی با اون توصیفاتی که اصلا از نظر من معنا نداره برخورد کرد؟ برای شما کی گفته در سوئیسی که به گفته خودتون تعداد ایرانیانش بسیار محدوده مثلا اون ایرانی که بخواد ازدواج کنه و در گروه سنی شما باشه و شرط شما باشه بسیار کمه، شما چرا رفتید اونجا؟ برای شمایی که میخوادین همه اونجا مدت بمونید چرا با سوئیسی ازدواج نکنید؟ بعدم تازه یه حرف عجیب و غریب زدید، تو این کشورهایی که میزان طلاق نسبتاً بالاست یه مرد سوئیسی هم خیلی خوشحال خواهد شد که با یه زنی ازدواج کنه، بچه های کوچک اگر داره در اختیار بذاریشون. بر اساس حرفایی که شما من میزنید قبلا گفته بودید من شوهر نمیخوام ولی بچه میخوام، که خب اینم از اون حرفا بوده که من اون توصیه های غیر حکیمانه رو خدمتتون کرده بودم. حالا بذارید برای که کارمون الان دیگه به دعوا و کتککاری و اینا نرسه ما بریم پیام ها رو بشنویم این برگردیم. به من بفرمایید حالا که لطف کردید تلفن کردید سوالتون چیه و متاسفم مجبورم این جمله رو بگم، متاسفم که شما بی خودی خودتون رو هدر دادید و حیف و میل کردید تو به هر حال باید یه روزی در یه دادگاهی محاکمه بشید. چرا بر سر این دختر خانم جوان باهوش خوب یه همچین بلایی آوردید؟ امیدوارم جوابی داشته باشید. من داشتم فکر میکردم در مورد گفته های شما، اگه اجازه بدین فقط کوتاه بگم در مورد سوئیس و اینکه دو تا مثال بزنم که خودم اونطوری توضیح بدم و یعنی سوالم هم توی همون مثال هاست اگر که بفرمایید. اگر اوکی درسته اینجوری؟ حتما بفرمایید. در مورد مردای سوئیسی بگم که خب بیشترشون واقعا بیشترشون از اون زمان خیلی جوان‌تری هم که اومدم در مورد نگاهی که نسبت به حالا زن خاورمیانه ای دارن میگم بیشترشون، همشون خب یه نگاه یه جورایی من اونو نمیپسندم، یه خود نگاه از بالاست. بعد یه مسئله دیگه ای هم حالا اونایی هم که نیستن که خب خوباشو که دیگه میبرن دیگه، بقیهشن که مونده برای من. اگه خودشم نگاه خوبی نسبت به من، نگاه خوب نگاه برابری داشته باشه نسبت به من، نگاه انسان مثل یک انسان داشته باشه، مثلا یه خانم فرانسوی هر چیزی داشته باشه، اطرافیانش شما فکر کنید خانواده‌اش دوستش. من کاملا با تو موافقم عزیز، من اصلا تو این زمینه هیچ شکی ندارم. حتی من عرض کردم که به خاطر تبلیغاتی که علیه خاورمیانه به طور کلی و بر علیه مردم ما شده و متاسفانه کمی کمی از اونم واقعیت و حقیقت داره، برای من بسیاری از اوقات تعجب آوره که چرا یه امریکایی، انگلیسی، سوئیسی، آلمانی بخواد همسر ایرانی داشته باشه. این برای من مطرحه. بحث با شماست عزیز، به همین جهت است که اصلا بحث من با شما حالا اینو حتما ادامه بدید این بود که اونجا جای شما نبوده برای زندگی کردن. اوکی من الان دارم فکر میکنم، میخواستم همین سوال رو بعدن از شما بپرسم که واقعا ببینید آقای دکتر، شما اگه تو این دنیا به هیچ کس کمک نکرده باشین به من تنها خیلی کمک کردین. من 3-4 سال با برنامه شما آشنا شدم، قبلش اصلا یک آدم دیگه بودم، الان خیلی تغییر کردم، یعنی حداقل خودم از زندگی خودم خیلی بیشتر لذت میبرم. ولی خب به هر حال یک کمی دیر شده، نمیدونم الان فکر میکنم من 46 سالمه، یه وقتی فکر میکنم خب چی مونده دیگه برات اصلا. سه نفر رو میشناسم، یه حسن آقاس، یه جواد آقا، یه باقر آقا، اینا توی یکیشون الان تو خیابون در خیابون لاله‌زار داره راه میره، یکیشون الان در ژاپن در توکیو. نکنید یه جوری حرفای نزنید که سر به سر من بگذارید که یا باقی موندن. یه لیست تمام مردان باقی مانده یا ترشیده رو من دارم اگر بخواید براتون ارسال نه ولی شاید مردان خیلی خوبی حتما هستن، اما واقعا من دیگه آخه شما یه جای عزیز من،
شما یه جایی رفتید قربونتون، شما پاشتید رفتید تو مغازه خاربار فروشی دنبال نمیدونم لاستیک اتومبیل یا کفش میگردید، خب آخه خاربار فروشی نون و پنیر داره نمیدونم، ولی کفش نداره، لاستیک اتومبیل هم نداره. حالا شما اگر 46 سالگی که اصلا سن بالایی نیست، خیلی ها هستن که ازدواج کردن و جدا شدن، علاوه خیلی ها ترجیح میدن کسی که ازدواج نکرده باشه یا بچه نداشته باشه، برای من از بقیه جنبه ها و جلوه های شما خبر ندارم، اون چی که میدونم این است که اگر بخواید به همون وضعیتی که تا بار بوده ادامه بدید، حرفتون بسیار درسته. در یه جامعه مانند سوئیس برای مردمان بسیاری از کشورها از جمله خاورمیانه، یه نیمی از مردم اصلا حاضر نیستن توجه کنن، یه نیم دیگه اگه خودشون خیلی مسئله ای نداشته باشن، خانواده هاشون دارن و یا اصولا زندگی سخت و سنگین میشه. تازه هنوز یه مقدار تمایلات و گرایش های فراوانی هست از اون گذشته. ما که تنها نیستیم، به هر حال خانواده و ارتباطاتی داریم که اینا میتونه براشون موضوع مسئله باشه. همه اینا رو باش ازش باخبرم عزیز. به من میگی در دنیا امروز مخصوصا برای افراد تحصیل کرده موضوع ازدواج مشکل شده، حتما به من میفرمایید وقتی ما در کشورهای خارجی هستیم که در اونجا اون جایگاه رو در مقام مقایسه با اونا از نظر عمومی برامون قائل نیستن یا نداریم، مسئله مشکل تر میشه حتما. ولی به هر حال اگرم موضوع این بود کردن باید 100 تا یا 200 تا یا 300 تا زن میگرفت یا شوهر میکرد، میگفتیم خب خیلی کار مشکل، ولی ما دنبال یه دونشیم. و به همین جهت است که اگر علاقه‌منده به رابطه و ازدواج هستید، خودتون رو باید در معرض اون محیط و شرایطی قرار بدید که احتمالاً این مردانی که مثلا بین 40 تا 50 هستن دوربر شما باشن. اینجا دوره سراغ دوره لیسانس دانشکده ها که نمیشه رفت، بچه های 18 تا 22 سالن، دنبال سراغ گروه بازنشستگان هم که نمیخواید برید. خب معلوم اون گروه سنی که اول مسئله سن بعدن شرایط و موقعیت ها هست، افرادی هستن که باید بهش توجه کنید. ولی شما خوشبختانه عادت کردید به مدت 24 سال که برای خودتون یه سرزمینی دیگه رو راه میاندازید. به این زودی ها نمیشه شما رو به وارد اون منطقه به قول معروف مورد نظر کرد. بریم به هر حال همینقدر که بهش توجه کنید کافیه. بعدم دیر نشده عزیز، مجبورم و اینو با تمام صمیمیت خدمتتون عرض کنم، شما هنوز 40 سال عمر که میتونید روش حساب کنید در مقابلتونه، هر چی گذشته که گذشته. به همین جاست که من همیشه عرض کردم وقتی با آدم میگن چند سالته، این حرف درستی، یعنی چند سال داری تا اینکه چند سالت بود، چند سالم 20 سالم بود که بود، 40 سالم بود که بود، 70 سالم بود که بود، مهم اینه که چند سال جلو منه. و شما اصلا به نظر من واقعیت مسئله اینه که حداقل 40 سال خوب جلوتونه و دلیل نداره که به این 40 سال فکر نکنید، دنبال اون 46 سالی که به هر حال نصفش هم قرار نبوده اتفاقی بیفته باشید. و بعدم اگر واقعا براتون ازدواج مهمه، مطمئنم حالا در این نظر ایرانی باشه، میتونه گفتم تسلط شما به زبانهای دیگه خودش یه راه رو براتون باز میکنه و خیلی ها هستن که تو اون کشورها هستن. ولی شاید یه کشور کوچکی مانند سوئد در یه منطقه‌ای که شما هستید با تعداد کمی آدم ها که در گروه های سنی شما هستن مثلا است. حتی شما میدونید ما برخی از شهرها در امریکا داریم که مثلا میانه سنی یا میانه یا حتی میانگین سنی، یعنی این دوتا خیلی اینجا فرقی نمیکنه، میشه 25 سال باشه، یه جای دیگه هست که 45 ساله. مناطقی در امریکا هستن که مثلا مثل فلوریدا یا آریزونا یه مقدار افراد مثلا بازنشسته بیشتری داره، و مناطقی هستن که به دلیل شر و شورش جوانان بیشتری داره. گروه های سنی حتی در این شهرها و مثلا ایالت‌های امریکا پراکنده هستن. یه ذره واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید، بعدم در رو به روی سفرهاتون، رفتن به کنفرانس ها، برنامه ها، جلسات مختلف متفاوتی که هست باز کنید. اگر علاقمندید که فرد مناسبی رو پیدا کنید، و حتما هم پیدا میکنید، برای با توجه به شرایط و وضعیت شما، خیلی اینکه خودتون نمیتونید صاحب فرزند بشید، اینکه یه آدم اگر فرزندی داشته باشه مادام که در کلیتش درست باشه برای شما اشکالی نداره و به هر حال به نوعی توجه و علاقه شما رو جلب میکنه، همه و همه وقتی کنار هم میگذارید میبینید اگر تو این زمینه که اصلا هیچ نه تنها بد نیست خیلی هم خوبه حرکتی بکنید و برای خودتون برنامه و طرح و نقشه‌ای داشته باشید، احتمال زیاد به نتیجه میرسید. متاسفم این حرفو بزنم،
و واقعا متاسفم. ای کاش من رو خط رادیو که بسیاری از دوستان میان و خیلی ها بعدش هی تلفن میکنم به دفتر رادیو که آیا شما تلفنی از این خانم یا آقا دارید که ما نداریم، میشد این راه رو باز کرد. خود این نشون دهنده اینترنته. الان به نظر من درسته که بسیاری از این سایت ها ممکنه توش آدمایی هم از سر بازی و یا سیاه بازی بیان، اصلا اونو انکار نمی کنم، ولی هنوز یه درصدی هستن که صمیمانه صادقانه با توجه به جایی که اصلا عین شما دنبال همسرم، من تو این سفرهایی که در امریکا داشتم حداقلن با صدها دختر و پسری روبرو شدم که در یه شهری به دلیل شرایط دانشگاهیشون، شغلی که پیدا کردن یا وضعیتی که به دلیل خانوادهشون اونجا بودن رفتن و دور برشون اصلا ایرانی نیست، ولی اینا از طریق سایت های همسریابی به راحتی تونستن افرادی رو پیدا کنن یا حداقل فرصت بشه. شما از اون سیستم استفاده کنید. من مطمئنم حتی ظرف مدت یک سال حداقل چند نفر مناسب رو، چون سنتون مشخصه، خواسته هاتون معلومه، محل زندگی رو میتونید مشخص کنید اگر سوئیس هست یا یه قابلیت انعطافی برای جای دیگه دارید، و مطمئنم افراد دیگری هستن. و باورم کنید اصلا مطمئنم الان ده ها نفر که خودشون چه خانوادهشون به دنبال یه فردی مانند شما هستند که میتونید زندگی خوبی داشته باشید. بنابراین یه مقداری از این چهار دیواری که برای خودتون درست کردید و خودتون درش زندان کردید بیرون بیایید، و به نظر من این راه یکی از بهترین هاست. گفتم یه ذره با قید احتیاط باید حرکت کرد، نه اینکه خبری باشه یا خطری باشه، ولی همینقدر که یه کلیاتی رو آدم رعایت کنه و یه گفتگوی حداقلن 50 ساعته 30 ساعته قبل از دیدار حتی داشته باشه، تا حدودی میتونه بفهمه که کجا ایستاده و فرد مناسب پیدا کنه. داستان مربوط به فرزند خواندگی رو هم که خوشبختانه انجام دارید تو این زمینه هم از این بابت بسیار خوشحالم. حالا اگر مطلب کوتاهی هست من در خدمتتون هستم، بفرمایید. آقای دکتر، من در واقع میخواستم بگم که همین حالا خیلی مطالب خیلی خوبی رو گفتیم، ولی فقط خیلی کوتاه، من تو وقتی که با یه مرد برخورد میکنم و ازش خوشم میاد، من اینقدر احساس خجالت و شرم میکنم، در اینه که آدم ظاهرا خجالتی نیستم، اصلا کسی بهش بگم میخنده، ولی من اینقدر احساس حقارت دارم که فکر میکنم که آخه حقارتتون برمیگرده به فرزندشون بودن. شرم و خجالتتون برمیگرده به یه ذهنیتی که دارید عزیز. ببینید بذار به شما یه چیزی بگم. آقایی که تو چند نفر بودن یا چندین نفر، حرفشون بود که من وقتی با یه خانمی میرسم همین احساس شرم و خجالت رو دارم. در تجزیه و تحلیل نهایی اون چند تایی که روی خط بودن، اونایی که مریضای من یا مراجعین من بوده، تمامشون کسانی بود که فکر میکردن من اومدم سراغ آقایونو دارم میگم، سراغ این دختر که باهاش همخوابه بشه، و الان مثلا اوریانش رو تصور میکرد یا رابطه‌ای که داری، و از اون بابت خجالت میکشی در حالی که قصد همسر داشت. علتش اینه که بسیاری از ما یه ذهنیتی از کودکی داریم که مثلا نزدیک شدن ما به یک دختر به خاطر رابطه جنسی، نزدیک شدن ما به یه پسر به خاطر بالا کشیدن پولاشه یا ازش بخوایم برای ما ماشین بخریم، اوناست که سبب اون شرم و خجالت میشه. به راحتی یه روانشناس خوب خانم میتونه به شما کمک کنه که شما دارید یه کاری رو میکنید که عرض کردم تمام زمینه های نه تنها بدنی و مغزی رو داره، حتی از نظر بیولوژی و فیزیولوژی مطرحه، از نظر تاریخی و از نظر مذهبی تایید شده است. یعنی به عنوان یک دستور و فرمان خداست که ازدواج کنید، ازدواج کنید. یعنی این گونه جهان خلق شده، این گونه جهان به صورت مذکر و مؤنث یا نر و ماده هر چی میخواید نامشو بذارید خلق شده، برای که اصلا اساسی ترین مسئله ژنتیک که خودتون میدید حفظ و انتقال ژنه. خب وقتی همچین مسئله هست خجالت برای چی؟ خجالت برای این میگیم که من میخوام تو رو گول بزنم، من میخوام تو رو مثلا ببوسم، از اون خجالت کنم، من میخوام بیام تو خونه تو، من میخوام به تو بگم گوش به حرف مادرت نده، گوش به حرف. یعنی اینا اون زمینه ذهنی است که سبب میشه من در رابطه با یه زن یا یه مرد خجالت بکشم. اشکال کار اونجاست عزیز، برای که اونجا اون ذهنیت خرابه. یعنی درست مثل اینه که من برم توی یه بانک بدونم میخوام برم این بانک رو مثلا آشنا بشم برم فردا شب توش دزدی، خب معلومه من نگاهی که به دور برم میکنم همراه با شک و نگرانی و خیلی چیزاست. وقتی که یه پسر یا دختر مثلا نمیدونم که مثلا یه مردی که وقتی ازش یه مثلا احساس کنم ظاهرا خوشم میاد، حالا بخوام چه، ولی فکر میکنم که خب من که این حق رو ندارم که به اون مثلا
چی کنم بعد اصلا دست و پا نه ممکنه کنم. من بفهمم اصلا چه اصلا حیرت من از شماست. ممکنه من بفهمم اصلا بحث حق از کجا در اومد؟ شما کاری علیه اون نمیخواید بکنید، شما آخه ذهنیتتون اینه که میخواید علیه او یه کاری بکنید، میخواید گولش بزنید، میخواید زنش بشید، میخواید ازش بچه داشته باشید. من از بس یادمه که وقتی مثلا تو ایران بودم دائما یادم این جمله رو بارها میشیدم که مثلا آه طرف دنبال شوهر میگرده و این تحقیرآمیز بوده، یعنی کسی که دنبال شوهر میگرده. من اینو دقیقاً دارم. خب عزیز من دقیقاً عرض من همینه، وقتی میگم باورهای پا بر جای نابجا یعنی همین. عزیزم پسر مشخص رو خط رادیو گفت، گفت من وقتی میبینم خجالت میکشم. بعد گفتم بیا جرأتشو داشت، گفت قلم فکر کنم الان باش خوابیدم و بدون که بودم بعد از خوابیدن میخوام فرار کنم درم برم. خب معلوم آدم خجالت میکشه، برای که همینطور که دقیقا شما میگید ببخشید ذهنیتی که شما دارید این است که طرف داره دنبال شوهر میگرده، طرف میخواد یه مردی رو با نمیدونم حیله های زنانه و سیاست گول بزنه و شما اصلا در حد شأن خودتون یه همچی چیزی رو نمیبینید. خب معلومه وقتی به یه مردی نزدیک میشید خجالت میکشید، برای که کار بدیه. ولی اگر شما به این نگاه کنید که من میخوام با این تشکیل خانواده بدم زمینه برای سلامت روانی و خوشبختیمه، میخوام از این فرزندانی داشته باشم، میخوام کنار هم خوب و خوش باشیم، میخوام یه خانواده سعادتمندی داشته باشیم که فامیل من و فامیل او ازش لذت برن، اون موقعی که شرم و خجالت نداره. خب معلومه من هر زمانی که بخوام کسی رو گول بزنم، بخوام فریبش بدم، بخوام ازش استفاده کنم، بخوام ازش سوء استفاده کنم، خجالت میکشم. حرفتون کاملا درسته عزیز. به همین جهته که عرض می‌کنم گیر و گرفتاریای ما در این احساس‌ها و باورهاست که اینا محکم و پابرجا اونجا نشستن، تکونم نمی‌خورن و نمی‌شم جابجاشون کرد. من بارها گفتم اگر می‌تونید فارسی نفهمید، میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید نفهمید، برای که تو وجودتونه. شما تو وجودتون این آمده که طرف دنبال شوهره، طرف میخواد یه کاری میکنه، عشوه‌گری کنه، حالا اصلا داره آرایش میکنه برای تور زدن مرد، حالا میخواد یکی رو به دام بندازه، حالا میخواد یکی رو خرش کنه، حالا میخواد یکی رو سوارش بشه، حالا میخواد یه کسی رو باداره که ازش مراقبت و مواظبت کنه. خب معلوم خجالت آور، اینا همش دزدیه، اینا همش تجاوزه. یعنی اون احساس و باور شماست که مسئله و مشکل ماست عزیز و زمینه رو فراهم کرده برای این چیزایی که شما میگید. آقای دکتر من تو این فرصت یه فکری کردم و فکر میکنم که اگه اجازه بدیم من یه مثال برای شما بزنم و سوالمو در این زمینه بگم، چون چیزی که برام پیش اومده، یعنی اگر که شما موافق هستید بفرمایید. بفرمایید. ببینید آقای دکتر، من با مردی که مواجه میشم و یه ذره ازش خوشم میاد و فکر میکنم مناسبه، هنوز آشنا نشدم باهاش، فکر میکنم که خب اگر حالا من یه جوری به این بفهمونم که من از این خوشم اومده، اول اینکه خیلی خجالت میکشم. نه سب کنید چرا خجالت میکشم، نه نه همجور بیستی اون خیلی سب کنید سب کنید چرا شرم میکنم. نه نه سب کنید، از هزار تا مرد که ببینن یه خانومی ازشون خوشش اومده، هر هزار و یکیشون خوشحال میشه. خب من فکر میکنم که این ممکنه این توجه من، این حالا بگم احساس، نمیدونم اسمش احساس میشه یا نه، این ممکنه یه حالت مزاحمتی برای اون باشه و مثلا شاید اون از من شما خوشش نیمده. شما پرسن اصلا خوشش نیمده. بله؟ عزیز من اصلا خوشش نمیاد، خوشحال میشه یکی از دوست عزیزم یه مردی ببینه یه زنی از اون خوشش میاد، اصلا از اون زن خوشش نمیاد، خیلی خوشحال میشه. مزاحمت برای چی؟ مگه شما چه زحمتی بهش بدید؟ اصلا من باورم نمیشه. من از به من بفرمایید از کی تا حالا شما اگر وارد یه مهمونی شدید بهتون یه جوری یه سیستم های نمیدونم فرشتگان خبر دادن تو این جمع 5 نفر مرد از تو خوششون اومده، شما میخواید برید یه مشت بزنید تو سر صورت اونا چون باعث زحمت درسته؟ این مسئله من هست واقعا. ببینید همین خب مرم حالتون خوب نیست. خب عزیزم درست مثل که بگید عزیزم مردی... سب کنید سب کنید، مثل اینکه بگید من رفتم توی یه مغازه که چیزی رو بخرم که برای اینا فروشش خیلی مهمه، اون مرد الان فکر کنه من اومدم پول بدم بخرم، مزاحمت براش، اون تمام خوشحالیش این که مشتری اومده تو.
ولی من خودم بدم میاد از اینکه یه مردی که ازش خوشم نمیاد، مثلا حالا یه مسئله یه آدمایی که واقعا مثلا یه کسی که خیلی سنش از من بالاتر یا زن داره یا هر چیزی از من نشون میده خوشش میاد، من اینقدر یک احساس بسیار بدی توی من جوری، اصلا تنفر، در حد تنفر، اصلا توی خودم میخوام اون طرفو بزنم. عزیز من، خب برای که خود چرا دیوونه این مسخره بازی چیه در آوردید؟ اصلا یه آقایی که زن داره، فکر کنه شما بانوی زیبایی یا خوبی هستید که خواسته که زنشو طلاق بده بیا سراغ شما یا خواسته با شما رابطه برقرار کنه. شما نگاه کنید به یه اتومبیل میگید زیباست، شما به یه لباس میگید زیباست، شما یه خونه میبینید میبینید چه اتاق مهمانخانه یا آشپزخونه خوبی داره. مگر دیدن زیبایی، توجه به زیبایی، به خوبی، این گناهه، این عیبه. مثلا نمیخوام شما چی برای خودتون سرهم کردید. اولا اگر یه کسی خوشش بیاد به شما چه مربوطه؟ شما الان برید توی جمعی، سب کنید، شما برید توی جمعی یه پسر 16 ساله از شما خوشش بیاد، معلومه میاد خیلی بدم میاد. خب شما بی خود به شما چه مربوطه؟ کاری نکرده. خوشحالم شما تو سوئیس هستید، ولی تو این کشورها بودید میگفتید هر کسی که فکر کنه یک کسی مثلا اخلاقش بده باید اعدام بشه، یک کسی راجبه یک کسی فکر کنه این شاید مرده باید کشته بشه. یعنی چی آخه؟ یک کسی از شما خوشش آمده. عزیز ما تو دنیا هستیم، تو خیابون میرید شما دوربرتون نگاه میکنید، به یه گل نگاه میکنید، به یه پرنده نگاه میکنید، به یا دختر خانم یا آقا پسر نگاه میکنید، میرید زیباست، خوشتون میاد، این چه عیبی داره؟ از کی تا حالا شما آمدید تصمیم گرفتید صد رحمت به طالبان؟ شما اصلا حرفتون این است که هیچ کس قرار نیست از من خوشش بیاد، مگر کسی خوشش بیاد که من فکر کنم منم خوشم میاد و بعد ما به هم میخوریم، بعد فرشتگانم از قبل سر خب خلو چلی دیگه سرنوشت ما رو نوشتن که ما با هم ازدواج کنیم. اصلا خنده داره این حرفا. اینقدر بچهای مدرسه هستن که از عاشق معلماشون فراوون. خب چیکار کنن؟ من چرا آخه من میتونید بهتون بگم یک احساس تنفری توی من ایجاد میشه. خب خب برای که از کودکی چیزایی تو وجود شما اون عزیزم لطفا دقت کنید، امیدوارم کسی را اذیت نکنه، امیدوارم کسی را اذیت. اگر یک کسی به شما بگه یه پدری از دخترش به صورت جنسی خوشش اومد، شما بگید متنفرم، حق دارید. یه مادری از پسرش خوشش اومد، بگید متنفرم، حق دارید. برای که اینا محارمی هستن که توی چارچوبی قرار میگیرن، برای اینکه پسر همسایه، دختر همسایه از شما خوشش اومده، برای چی باید باعث ناراحتی شما باشه؟ شما چرا مسائل با هم مخلوط میکنید؟ شما آمدید یه حوزه‌ای درست کردید، حریمی برای خودتون درست که اصلا باور نکردنی. یعنی مثل که تمام آدمای دنیا خواهر برادرای شما، همه آدمای دنیا مثلا پدرها و برادرای شما، و بنابراین هیچ وقت شما به اونا و اونا به شما نباید نظری داشته باشه. خب یه تعمیم عجیب و غریبی است که از بچگی دادید، مثل بچه کوچولویی که وقتی بهش میگن این عموته، هر مردی رو تو خیابونم ببینه میگه عمو. شما یه کار کودکانه اوور جنرالیزیشن کردید در این زمینه عزیز، و بعدم مسائل کاملا بردید سراغ مسائل جنسی. اصلا توش تردید ندارم، یعنی برای شما اصلا چیزی به اسم انسان، به اسم حتی زن و مرد وجود نداره، به اسم شما فقط آلت تناسلی وجود داره. یه دقیقا اون نگاه طالبانی است که وقتی کنار هم قرار میگیرن پسر و دختر، دو تا آلت تناسلی است، خب معلومه درد سره. فکر نمی‌کنن دو تا پسر و دخترن، فکر نمی‌کنن دو تا انسانن با یه مجموعه ای از هزاران هزار چیز دیگه که اونا رو از آلت تناسلی به انسان تبدیل کرده. شما درست در جهت عکس شرکت کردید. علتش هم این است که از یک خانواده میاد، فرزند ششمید، سه تا خواهر، سه تا برادرید، یه نگاه عجیب و غریب بوده، حرفای عجیب و غریبی بوده، وحشتناک. من شاگرد داشتم، مریض داشتم که فکر میکرد دختر 19 ساله که اگر از مردی خوشش بیاد، همینقدر که خوشش بیاد حامله میشه. تمام مدت باید با خودش میجنگید که هیچ مردی توجهشو جلب نکنه، براش جالب و جذاب نباشه. فکر میکرد همین حاملگی نتیجه خوش آمدن یک زن از مرده. اینقدر نگاه عجیبه. شما این همو دارید نگاه میکنید، یعنی شما نگاه میکنید تمام مردان که اگر به شما توجه میکنن جز محارم شما، شما به هر کسی که نگاه میکنید جز محارم شماست. آدم که به برادرش، به خواهرش نباید نظر داشته باشه. خب این دنیا رو شما برای خودتون ساختید، بعدم پاشدید فرار کردید آمدید سوئیس.
بعدم رفتید اونجا خودتون رو بستید برای اینکه از این ماجراها دور بیفتید. بعدم بهانه‌های مختلف درباره مرد سوئیسی و ازدواج سوئیسی و همینجوری داستان درست کردید. بعدم به گفته خودتون خجالت برای چی عزیز؟ مثل که من برم تو بانک خجالت بکشم که بگم پولامو تازه پس بگیرم. پول گذاشتم تو بانک برم بگیرم. خجالت داری؟ من میخوام برم توی مغازه خرید. میخوام برم چیزی بخرم. خجالت داری؟ فروشنده میخواد به من یه چیزی بفروشه. خجالت داری؟ آخه ما که قصد فریب هم استفاده سوء استفاده هم نیم. تازه تو این کارا فریب و استفاده و سوء استفاده هم هست. شما چی کار میخواید بکنید با یه مرد؟ بعدم خوش آمدن بد آمدن این چی ارتباط داره؟ من هزاران هزار شما از یه غذا خوشتون میاد، از یه گل خوشتون میاد، از یه زن یا مرد به دلیل زیباییش خوشتون میاد. آخه این فیلم ها رو شما میبینید، میبینید همه چه زن و مرد میگن این خانم یا این آقا زیباست یا خوشلیپه. مثلا یه مردی که همونطور که شما خیلی درست گفتین مثلا ازدواج کرده یا سنش بالات خیلی بالاتر از منه یا خیلی پایین تر از منه، اصلا حق نداره از من حتی نگاه کنی یه چیزی تو ذهنش بشه. اولا شما نمیتونید دیگران کنترل داشته باشید، برای چرا به جنبه بد و منفیش میبریدش؟ چرا اینجوری فکر نمی کنین؟ برای اصلا اون اصلا نگاه و نظر بد داره، به شما چه مربوطه؟ شما چرا از اون بدتون میاد؟ شما چرا مسئول راستگوی و دروغوی دیگرانید؟ مسئول نگاه دیگرانید؟ آخه اصلا خنده داره. ببینید شما یه دنیای وحشتناکی درست کردید و برای خودتون خط داره کشیدید و یه چیزی درست کردید. گفتم دقیقا چون این موردیست که شما اشاره میکنید، من بارها تو کار روان درمانی داشتم، رو خط رادیو داشتم. برای که تصوری که شما میکنید بده. من اگر فکر کنم اومدم خونه شما، شما رو دوست ندارم، اومدم شامتون رو بخورم، بعدم فکر کنم بهترین غذاتون اگر ماهی با تیکه بزرگ اونو گرچه دوست ندارم بخورم، خب معلوم از در که میام خجالتی ببخشید به خدا زحمت دادیم. و این دلیل همون تعارفای مسخره است که ادعی میکنن. برای که متاسفانه تای وجود شو میدن نه این آدمو دوست دارن، نه حالا اینجا که اومدن به او اهمیت میدن، بعدم برای خودشون فکر کنن میخوان یه خودخواهی هایی بکنن. بنابراین از درک وارد شدن وای به خدا زحمت دا اومدیم و معذرت میخوام و وقت شما رو گرفتیم. مثل امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، دوستان میان رو خط رادیو از من معذرت میخوام، ببخشید آقای دکتر من برای چی اینجا نشستم؟ من روزی رادیو هم تعطیل میشه و خودم میرم دنبال کارم که کس زنگ نزنه. بنابراین خوشحالی من این است که آدم ها بیان روی خط. بنابراین کسی که میاد روی خط رادیو که قرار نیست احساس شرمندگی و خجالت کنه یا فکر کنه وقت کسی رو گرفته. از وقت مانه کسی نیست، هر کسی که اومده روی خط حرف میزنه. 100 میلیون 110 میلیون کسی که فارسی زبانه هست، از این 110 میلیون 50 میلیونش آدم بزرگسالی میتونه من تماس بگیره. حالا شما الان وقت شماست. خجالت نداره، معذرت خواهی ببخشید نداره. من برای چی اینجا نشستم؟ من خوشحالی مین اگر همه تصمیم بگیرن مزاحم من نشن که کار من تمومه. شما ببینید مردم برای چی معذرت خواهی میکنن؟ احساس خجالت میکنن. ببینید سگتون هم میگه حرف من درسته، تایید میکنه من، اونم متوجه شد و شما هنوز دارید. بعدم شما یه سگ آوردید کنار خودتون، خب معلوم هر مردی رو میترسونید دیگه. یو این که اصلا دسته، ولی خب اساس نبود دیگه من این اومد. البته این جایگزین مرد نیست، ولی بله مطمئنم خیلی ممنونم از جانب همه مردان از شما تشکر میکنم که اینا جایگزین اونا نیستن. همین حرفا رو میزنید. به هر حال لطفاً یه ذره چشم و گوشتون رو باز کنید، از این باورها بیاد بیرون، یه خانم روانشناس پیدا کنید که مقدار اینو با روانشناس کار میکنم، ولی میدونید نه یه روانشناس با شما رو بخوبه به خاطر این پرت و پلاهاتون. همین دیگه سوئیسی ها یه خورده وقت مثلا سوئیسی به درتون نمیخوره، یه ایرانی کمی خوب پیدا. آقا دکتر من یه سوال دیگه دارم. نه دیگه باید برم، من باید یه دقیقه دو دقیقه وقت دارم. چیه سوال؟ فقط یه دقیقه اجازه هست؟ من دارم مدتی فکر میکنم بیام امریکا لس آنجلس. نمیدونم، گفتم حالا به شما بگم، شما فرصت بده بیرا میدین که دیگه تو این سنتا. من همیشه معتقدم مراکز ایرانی نشین فرصت بیشتری به جهت ازدواجه، چرا که نه. اوکی خیلی خوشم، بازه به خودتون. خیلی سپاسگزارم، روز شما بخیر. خدافظ. شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.